و ما در روزهای گذشته در برنامه چشمانداز مناظره بین علیرضا نوری‌زاده و علی جوانمردی صورت گرفت که در بخشی از اون آقای جوانمردی از منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری جانباخته آبان 98 اسم برد. خانواده پویا بختیاری با ارسال ویدئویی برای برنامه چشمانداز به این صحبت واکنش نشون دادن که دعوت میکنم این ویدئو رو ببینیم که پاسخ است به برنامه خودمون. به نام خدا، سبا بختیاری هستم از خانواده بختیاری. چند شب پیش مناظره آقای جوانمردی و همراه خانم ثابت و آقای نوری‌زاده رو در تلویزیون اینترنشنال تماشا کردیم و شاهد بودیم که بارها از منوچهر بختیاری نام برده شد. آقای جوانمردی نقلی داشتن مبنی بر این که چرا جناب شاهزاده از آقای بختیاری در زندان حمایت کرده اما از دیگر زندانیان سیاسی حمایت نکرده. قبل از هر چیز باید خاطر نشان کنم که آقای بختیاری زندانی سیاسی نیستن. این رو در رسانه‌های مختلف بارها عنوان کردند که عضو هیچ حزب و گروه سیاسی نیستن. ایشون پدری دادخواه هستند که الان هم در شرایط بسیار وحشتناک و نامساعد بعد از اعتصابشون در زندان به سر میبرن. چرا باید حمایت از یک زندانی تا این حد ناراحتمون کنه که براش دنبال دلیل بگردیم؟ چرا باید از دموکراسی حرف بزنیم ولی نگاهمون تا این حد تبعیض‌آمیز باشه؟ ما فکر میکنیم جناب شاهزاده از آقای بختیاری حمایت کردن، نه برای اینکه شاهزادن، برای اینکه انسانن و این وظیفه هر انسان ایران دوستیه که از فرد بیگناهی حمایت کنه که فرزندش رو کشتن، خودش رو زندانی کردن و خانوادش رو مورد آزار قرار میدن. وظیفه شما هم بود آقای جوانمردی، وظیفه شما هم هست که خواستار آزادی منوچهر بختیاری باشید. الان به نقطه‌ای رسیدیم که همه از سالها تلاششون برای آزادی ایران حرف میزنن اما کت و شلوار پوشیدن و جلوی دوربین رفتن در کشوری آزاد کجا و جان بر کف دست گذاشتن و از حقوق مردم دفاع کردن در دل ایران کجا؟ تاوان داره آزادی ایران. این مردم تاوان دادن. ما خانواده بختیاری تاوان بزرگی دادیم. از دست دادن یک عضو عزیز خانواده، سالها زندان. شما رسانه دارید. اما میدونید دلهوری بعد از یک مصاحبه یعنی چه؟ میدونید یورش شبانه به خونتون یعنی چه؟ خونتون درد داره اما انگار نداره. میدونید 11 نفر از اعضای خانوادتون رو دستگیر کنن و شبانه به جای معلوم نامعلومی ببرن یعنی چه؟ میدونید تمام سرمایه زندگیتون، کسب و کارتون رو تو چند روز ازتون بگیرن؟ تو این عصر اینترنت نداشته باشید و حتی نتونید شکایت کنید چون دادگاه راهتون نمیدن و اصلا از کی به کی شکایت کنید. میدونید زیر سایه تهدید و زور زندگی کردن بدون هیچ حقوقی در مملکت خودتون یعنی چه؟ میدونید دلخوری یک داغ تازه یعنی چه؟ ما مردم تاوان بزرگی دادیم و دیگه اشتباه نمی کنیم. این مردم دیگه اشتباه نمی کنند و خوب می دونند که چه کسی را باید صدا بزنند. این مردم دیگه خوب و از بد تشخیص می دن. ما در ایران آینده مملکتی می خواهیم بدون تبعیض و تفرقه، عاری از زور، بدون باندبازی، مملکتی آباد بر پایه قانون. این که میگم ما چون ما از دل ایرانیم، رسانه نداریم،